نیویورک تایمز به نقل از مقامات اتیوپی گزارش کرد در ارتباط با 15 فردی که اخیرا به خاطر طراحی یک حمله تروریستی علیه دیپلومات های امارات دستگیر شدند فرد 16 هم نیز در همکاری سرویس های اطلاعاتی آفریقایی آسیایی و اروپایی به دام افتاد وی که احمد اسماعیل نام دارد نقش رهبری این گروه را به عهده داشته است آدمیرال برگ مدیر اطلاعات در فرماندهی آفریقا در پنتاگون دستگیری احمد اسماعیل را تایید کرد و گفت رژیم ایران پشت فعالیت های پانزده نفر دستگیر شده در اتیوپی قرار دارد. نیویورک تایمز افزود همراه با پانزده نفر دستگیر شده در اتیوپی انباری از تسلیحات و مواد منفجره نیز کشف و ضبط شده است. دستگیری ها در اتیوپی در زمان تشدید حساسیت سیاسی میان رژیم ایران و آمریکا در رابطه با توافق اتمی انجام می شود. توافقی که پرزیدنت ترامپ آن را پاره کرد و بایدن در حال تصمیم گیری است که آن را احیا کند یا خیر. نیویورک تایمز همچنین نوشت معموران رژیم ایران منزدون به انجام حملات یا حملات خونسا شده در کشورهایی از جمله گرجستان، تایلند و هندوستان بودند. در چهارم فوریه دادگاهی در بلژیک استاتوی مسئولیت دیپلمات رژیم ایران را لغو و او را به خاطر سازماندهی یک حمله بمبگذاری به 20 سال زندان محکوم کرد. وی گرده همایی اپوزیسیون ایران در سال 2018 در پاریس را هدف گرفته بود. خونسا شدن آن توطعه علیه گرد همایی اپوزیسیون ایران و توطعه دیگری در دانمارک باعث شد اتحادیه اروپا در سال 2019 تحریم هایی را علیه سرویس جاسوسی خارجی رژیم ایران و وزیر اطلاعات این رژیم اعمال کند.